به نام خدا، خدمت جناب آقای بهمن رئوفی هستیم. همونطور که میدونید هر وقت اسمی از نمایش‌های ادوبی میاد، نمایش‌های فتوشاپ از این دست، اسم ایشون همیشه هستش. هر جا کسی مشکلی بخوره مراجعه میکنه به ایشون. من بیشتر از این توضیح نمیدونم، زمین اینکه تشکر میکنم تشریف آوردید اینجا. یه معرفی از خودتون بکنید که مشغول چه کاری هستید. تلفنتون شما همه رو گفتید دیگه. من پدر من بهمن رئوفی هم، بعد 34 سالمه و هنوز زنده هم نفسی کشیم. و اینکه کار من دیجیتال آرت، این شغل رو همونجور که گفتم شغل رو خیلی نمیشه دقیق توی صنف ما مطرح کرد. اینکه بگیم مثلا من یک گرافیک دیزاینر هم و یک موشن گرافیک کار هستم در واقع تولید کننده یا موشن گرافیک یا تدوینگر هم یه نه به خاطر گستره نرم افزاری که من باشون کار میکنم، مثلا افزار فیکرینیه ادوبی کور، نمیدونم ادوبی اسپید گرید، فتوشاپ و خیلی چیزهای دیگه، خب باعث میشه که خیلی کار رو انجام میدیم. یعنی پیرزن خفه میکنیم، آب و حوض میکشیم، سشوار میزنیم، همه این کار رو انجام میشه. ولی نفسار تخصصی کار من فتوشاپ هست و صنعت صدا، صدا گذاری، صدا برداری و این هم جزه در واقع اصل بخوام میگم صدا برداری هم، نه صدا گذاری، مهندسی صدا، این تولید اصوات خاص برای یک تصویر، این چیزی که از قدیم خیلی قبل‌تر کار من بوده و این مدت ازش فاصله گرفتم، ولی خب دوباره برگشتم به قضیه و دوستش دارم، اون دوست دارم. ولی فتوشاپ تقریبا میتونیم بگیم یه جوری همسر منه دیگه. اگه یه روزی بخوام ازدواج کنم باید زن من یه زن دیگه هم دارم. حالا شما اگه دوست داری میشه همسر دوم من، اگه دوست داری همسر اول منه شما میشه همسر دوم. و امیدوارم تا موقع همسر سوم چهارم نشم، همین فتوشاپ باقی بمونه. ادوبی چی میگم؟ افتر افکت چی؟ افتر افکت پریمیر اینا رو تخصصی کار میکنم، ولی خب خودت میدید الان همه ما با چندی نرم افزار کار میکنیم، ولی همیشه یه دونه است که خیلی میشه در واقع تاپ لول زندگی ما و اون که تو بالاترین سطح و بیشترین تماس باشه. البته یه دلیل اصلیش اینه که فتوشاپ خودتون میدید این افزار مادره و تقریبا میتونیم بگیم جایی در دنیا وجود نداره که تصویر دیجیتال باشه و این افزار نباشه. شما الان بزرگترین پروژه عظیم دنیا رو که میبینید باز میبینید فتوشاپ نشسته اون وسط اونجا حضور داره. چون تصویر دیجیتال وقتی میاد وسط این افزار یکی از به قول ادوبی یک اینداستریال استاندارد، یک استاندارد صنعتی محسوب میشه تو دنیای تصویر دیجیتال. حالا توانمندی‌های خاص خودش تو زمینه‌های خودش داره، ازش استفاده میشه. برای همین خب خود به خود من میخوام فیلم تدوین کنم، کار لوکی بخوام تعریف کنم، استایل رنگی تم رنگی بخوام تعریف کنم، میام فتوشاپ لوکمو میسازم اکسپورت میکنم برای ویدیو، میخوام تو افتر افکت موشن گرافیکی بسازم، لایه هامو باید توی فتوشاپ تدوین کنم، ببندم، آماده کنم، درست کنم، بفرستم برای در افتر افکت. لوکایی که با اسپید گرید کار میکنم میخوام دوباره ادیت کنم، میتونم ایمپورت کنم توی فتوشاپ لوکمو کار کنم. و خود به خود یعنی چیزی که نرفسوری که همه جای عقلی ما رو میگیره دیگه، برای هم بیشترین کار رو باهاش داریم و خود به خود تبدیل میشه تو دنیای. به نظر من هر کسی بود دنیای ادوبی سر کار داره، مگر اینکه مثلا تخصصش فقط تدوین باشه، یعنی توی یه تخصصش فلش باشه، به طور اصلا اینجوری نخواد اصلا که اونم امکان نداره پاش، یعنی با قول قرار فتوشاپ سلاید میپوله خر بگیری یا عمل رو میگیری مثلا هرچی بخواه ازش در بری نمیشه، یعنی یا عمل تو میگیری. برای همین خود به خود تبدیل میشه به بیشتر نرفساری که من باش کار میکنم، ولی خیلی دوستش دارم برای اینکه اعتقاد دارم فتوشاپ انتها نداره. چرا؟ چون کاغذ و قلم، یعنی این بوم نقاشی و قلم و رنگ ته نداره، یعنی اصلا شما نمیتونی برای این سطح و ته تعریف کنید. چه بسا خیلی مواقع خیلی از بزرگان دنیا تکنیک هایی رو خلق میکنن توی نرم افزار که خود کمپانی سازنده و تیم دیولاپرش اصلا به این موضوع فکر نکرده بودن. مثلا این طرف از یه چیزهای بی ربطی یه چیزی در میاره بیرون که خود کمپانی کارو شیر میکنه میگه واو. ولی شما مثلا تو یه 3D دیزاین قوی ترین کار 3D هم بدی خود دیولاپرای اون نرم‌افزار اون کمپانی اینو یعنی انتظار براش برآورده در نظر گرفته بوده که این کار باید اتفاق بیفته، حالا با تکنیک‌های خاص خودش. ولی این نه، این یه چیزی از توش در میارن که مثلا خود ادوبی رو پیجش میذاره میگه بابا اینو بیا چه کار کرد با خودمون خبر نداشت. یعنی یه سری ترکیبای اینطوری میشه توش در بیاری برای شما که اینه بوم نقاشی دیگه، یعنی هر بلایی بابا دوستش میگه تای تاش گیر می‌کنیم چی می‌کشیم. یعنی گفتیم مثلا 3D میشه، رو 3D فوتوشاپ ضعفایی داره بودیم، خب 3D مثلا قسمت در واقع دیزاینش ممکنه یه ضعفایی داشته باشه، ویکتورش ضعفایی باشه، ولیش کن نقاشیش میکنیم دیگه، آخر آخرش براش رو برمیداریم، تبلت رو برمیداریم، شکل میکنیم نقاشی کرد، برای همین لنگ نمیذارم و من خیلی دوستش دارم.
چند سال با فتوشاپ آشنا شدی اصلا با کامپیوتر و چند سال با کامپیوتر آشنا شدی و چه سالی فتوشاپ شناختید و به عنوان نرم افزار بیس تو انتخاب شدید؟ من الگویی که تو زندگی میگم خیلی من اثر گذاشت یا یه من بودای احمد قبیده که رئیس کارهای مفید ایران هم هست. ایشون تقریبا 30 سال 40 سال یک لابراتوار داشت توی خیابون 21 متری جی همزه هم هست لابراتوار نسیم استاد بانی تهران که من پیشش میرفتم همیشه با برش عکس شروع میکردم و این دستگاه خود قرار چه سریع بیدادی رو من بعضی موقع اینجوری و این بعضی موقع هم جواب میگرفتم شروع میکردم تون 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 و نگاه میکردم همه رو هم وسط بریدم عکس ها رو نابود کردم چون اون از سر خط نبریدم یعنی من از این بلا سر عکس ها بردم بعد خب خیلی همه فکر کردم من آخر عکاس یا فیلم بردار رو تو این صف کردم ولی یه روز دارم من یه کامپیوتر رو برس کنم اسم آمیگا یادتون میاد آمیگا رو خیلی قدیمی هم خیلی بیشتر بود من فکر کنم مثلا 12-13 سالم بود در آزاز این دیسک پهنای 1-4 بود دیسک تا فکر کنم حجمش میخورد بعد یه نرم افزاری بود داشت اسمش یادم نیست نرم افزار از طراحی فرش بود یعنی شما سیمتری کار میکرد شما مثلا گوشه سمت راست یه تری رو میزدید چیز گوشه دیگه لنگه همون رو قرینه اجرا میکرد ولی کاملا وکتور داغون ها یعنی مثلا خط سبز مونیتور دو رنگ اصلا هیچی نداشت یعنی هیچ اطلاعاتی نداشت بعد گذاشت یه دونه کامپیوتر یه در واقع کامپیوتر مکینتاش گرفت برای خودش که مکینتاش روش دیسکت فتوشاپ هم مال کمپانی کنان اسکنر بود که روی اسکنرهای کنان عرضه شده بود اینو حالا برام دریر رسید به دست دایی اینو نصب کرد من قشنگ این چونه روی زمین بود وقت داشت کار میکردم اون برای ما خیلی جذابیت الان نبود که بچه های نسل کال آف دیوتی باشن این چیزها رو اینقدر دیدن دیگه براشون ما آقای بازی پرینس یا تهروت اینجوری از لاین بیوتی اینا که رد میشد ما سکته میزدیم تا این مثلا یه سری پیکسل بود فقط از لاین بیوتی نمیخواست رد شه عشق اون این چیزا بود بره الان به بچه ها میگیم آقای کرایسیس اومده مثلا اینقدر گرافیک نمیم بورد آف وار فلان برمان یعنی دیگه بازی براشون مسخره شده دوم که قشنگ من یادم وقتی شما توی بازی مثلا هاردنس بازی میوردی بالا سختی بازی و درجه سختی بازی میوردی بالا هیچ اتفاق محاسباتی رخ نمیده یعنی علاوه فکری و سختی رخ نمیده تنها چیزی که میشه مثلا 3 تا هیلو میشه 50 تا هیلو هر چی میکنه میشه 1000 تا هیلو یعنی سختیش فقط همین بوده یعنی هیلو زیاد میشه باید میکشید که همه پیکسل های فلت دو بودی بودن و با صداگذاری خیلی مسخره ولی واقعا بازی خیلی لذت داشت با بازی میکرد و من هیچ وقت جذب گیم نشدم یعنی همیشه نرم افزار ما خیلی بیشتر که دایما اونجا میتونم بگم آره اونجا اولین باری بود که من فتوشاپ را از دست گرفتم بودن چه سالی؟ ببینید من فکر کنم کلاس پنجم ابتدایی بودم چهارم یا پنجم ابتدایی بودم ولی خب میتونیم بگیم اون فقط یک بازی بود دیگه از کار حرفه‌ای محسوب نمیشه ولی بعد اومدم پدر مادرم خوشبختانه خیلی آدمای مدرنی هستن یعنی من رو اولین باری که چشما باز کردم یعنی فهمیدم کامپیوتر چیه دیدم پدرم هم مثلا لپتاپ بده لپتاپ داشت خط آجور مثلا 3-4 تا موزایی بود با هم زشتیم مثلا لپتاپ قدیمی مادرم هم همینطور پدرم همینطور و اولین کشات تو محل ما اولین کامپیوتری که اومد توی خونه کامپیوتر ما بود یا اولین مثلا توی میگیم سیگایی که اومد تو خونه نینتندویی که اومد تو خونه که این بازیه بود هواپیمای بنزین میزد اونا من لواشک میگرفتم از بچه ها که مثلا یه رو بازی کنن خونه ما بده مثلا لواشک فلان خوردنی پفک میگرفتم که بذارم بازی کنن ولی این شخص گیم من رو ارضا نکرد اون چیزی که دوست داشتم نبود چون احساس میکرد دست من نیست من نمیتونم باش کاری کنم که بعد پدر من رو تهران گذاشت هم نزدیک استاد بانی آموزشگاهی بود آموزشگاه کامپیوتر بود یه زبان برنامه‌نویسی بود خیلی قدیم به اسم لوگو لگو نه نه خیلی ساده تر از این حرفا پوگو پوگو اسمش اصلا یادم نیست خیلی قدیمیه که در این حد بود که مثلا من کد نوشتم تعریف می‌کردم این بره سمت راست بیاد سمت چپ بیاد بالا بیاد فلان یه خط رو بکشه بعد که ران کردم مثلا یه مثلث می اومد شروع می‌کرد یه آدمو کشیدن آدم در پیکسل اون مثلا آدم کشیدن اونو مثلا برام می‌کشید خیلی خوشم بود ذوق کرد و خیلی راه ها رفتم ببین من آهنگری رفتم کارگری مزرعه رفتم همه این کارا رو تیک کردم تو به لطف پدرم حالا استدلالای خودشون بود دوست داشتن گفتن باید بری از این فشارا بهت بیاد من یه مدت تو مزرعه تابستون کار کردیم لوبیا می‌چیدیم کیلو 20 تا تک تومانی بعد مزرعه خارج از شهر بود مود شهر رو دوستان می‌رفتیم تو این مسیر هر روز صبح بلا استثنا سر گذاشت دنبال ما تمام برسیم به مزرعه یعنی عذابی رو که هر روز صبح ما داشتیم یعنی مطمئن بودیم سگ الان هست و میاد سگم سر ساعت اونجا بود یعنی اصلا یه وقت سگم
برنامه‌ریزی شده بود سگم با خودش میگه هر روز ما آقای فردا اینا میان این دفعه که میگیرمشون، یعنی هی برام اینو میگفتن ولی هر دفعه ما در میرفتیم میرفتیم لوبیا چینی و یعنی همه این کارا رو کردم ولی آخر صدا برداری صدا برداری لایو کار با سیستم هفری ولی در نهایت باز دنیای تصویر دیجیتال منو مجذوب خودش کرد. ولی میتونم بگم 10 سال تا 12 ساله که کار میکنم پول در میارم. اولین پروژه‌تون یادتون هست چی بوده؟ اولین پروژه من کارتیزی بود. یه کارتیزی بود برای وکیل دادگستری. افتضاح زدم. وقتی رفت چاپ یک چیز مزخرف دارم تو بیرون از چاپ سی افتضاحی که وکیلم عصبانی شد و دارم فرار کردم. از این سلا شدن رای کردم رفتم. چون اصلا سیستم من اون موقع هیچ درکی از سیمبالیکی نداشتم. بعد ببینید زمان ما هیچی نبود. یعنی ما یه اینترنت می‌خواستیم بسشیم شما که دیفکا همسان ساله ما یک دقیقاً اینو یادته مودم های داغون یادت مثلا موتورولا مثلا بس میشه بعد بل 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 مثلا و یو مثلا یه اینجوری که صدا میداد میفهمیدیم کارا چی شده، این صدایی که اومد یعنی که بعد یه وجود پپ یه حباب باز میشد و حباب مثلا میگفت 3.2 کیلوبایت در ثانیه بعد ما گفتیم واه چه سرعتی خب قبلا مثلا معمولا 1.5 تا 2 کیلوبایت در ثانیه بعد یه مدت اینترنت اومد 9 کیلوبایت ما گفتیم واه این دیگه خداست. بس بکن توتوریال شما نمیتونستی پیدا کنید چیزی نبود، اصلا یه پی دی اف به زور ما پیدا میکرد و خودم 5 سال طول کشید تا فهمیدم هیو یه رنگ بچه که بودم این تلویزیون های 2092 سونی مشکی ها تازه اومده بود من قشنگ در من ابتدایی بودم و من همیشه با سیستم های دیجیتال بر میرفتم خوشم میدم و تو این کنترلش تنظیمات چه که میوردم خب سچوریشن و اس ای تی زده بود و من بالا پایین میکردم دیدم رنگ سیاسفید میشه و فکر میکنم فقط سیاسفید میکنه اوج درک من از سچوریشن همین بود. بعد هیو که می آمد من سالها سر کار بودم که یعنی چی؟ یعنی می گفتم مثلا هیو یعنی چی هیو تلفظ میشه یعنی چی هیو مثلا هو بعد ها مثلا یه عکاسی من گفتم یعنی هیو و گفتم خود هیو یعنی چی؟ من از آن گفتم نمیدونم یا اگه می دونستم نمی گفت یه خصت علمی بود خیلی چی خیلی سیزار با هم نمی گفتم ولی الان دیگه بچه ها الان من نمی دونم واقعا هیچ بهانه ای برای عدم رشدشون نیست. شما تو گوگل تایپ کنید چگونه ارباب حلقا رو بسازیم یه 2 کیلومتر توتوریال و فیلم آموزشی میاد که بگم الان خودشون میگم بیرون دیگرم بیتا دیجیتال من جدیدا دیدم اسماگ داده میرون حیلای اسماگ که کلیدی کار شده روند کلا پروسس طراحی شد و اینکه چیزی مدل شده تو زیگراش چیزی کار شده همه رو توضیحات کامل مفصلی راجبش داده ولی زمان ما اصلا همچه چیزایی نبود و به سختی میتونستیم یه سورس آموزشی استاندارد یعنی خیالمون راحت باشه که این حرفش درسته. و برای همین اسکی اگر شما دقت کنید بحث آموزش و توتوریال 3-4 ساله توی ایران خیلی رونق گرفته و دیگه همه دارن فیلم آموزشی میدن ببینن و اینکه خوبه خیلی خوبه بچه ها دارن کار میکنن فیلم های آموزشی زیادی میاد بیرون چرا چون دست باز شد. حالا دیگه بزرگ های ایران چطور میبینید؟ نقاط ضعفش، نقاط قدرتش مقایسه با بازار کار جهانی؟ ببین بازار کار ایران بازار کارش یا آدمای بازار کارش این دو تا خیلی فرق داره. ولی خب درگیرن دیگه چون شما ببین بازار کار ایران فوق العاده است. چرا؟ چون ایران کشور رو رشد. یعنی شما اگر الان توی ایالات متحده باشی خیلی سخت‌تر میتونید خودتون رو اثبات کنید تا توی ایران. برای چی؟ برای اینکه اونجا به قول معروف ما آرداش رو بیشتر از خوشنا آویختن. یعنی همه کارش می‌کردن. یعنی شما الان برید تو بازار امریکا بگید من مثلا فتوشاپ بلدم خب پر آدم هایی که بلد هم آدم هایی حرفه‌ای دارن کار میکنن خلافش هم بعضی هم میگن نه به تعدادی که میگن گرونه هر کسی بلد هم اصلا آمریکا یه خین نیستن خیلی ما آقا مومی مردم اروپا های امریکا خین هم نه اگه خین نبود خین بودن که الان این نبود یعنی یه چرندی بیش نیست این حرف هیچ کس در هیچ جای دنیا خین نیست کلا تفاوت ضریب هوشی ها متخصص ها میگن در حد اپسیلونه یعنی اینجوری نیست که مثلا آمریکایی مثلا اینجوری باشه بگه اوه اوه مثلا من یک گابول هستم بعد ایرانی مثلا رو خبر مغز مثلا نیشتن نه مثل تفاوت گوشی ها یه زمانی اپل خیلی خوب بود ولی الان آیفون 6 با گلکسی اس 5 با HTC M8 خیلی فرق نداره اینا خیلی با هم نزدیک شده تکنولوژی هاشون برای همین آمریکا هم همین یعنی تفاوت گوشی ها اونجوری نیست که بگیم اونها را خیلی ما خیلی باهوشیم نه بحثی که از به قول شما نرم افزار گرونه خب فتوشاپ ماهی 52 دلار برای کلا مجموعه نرم افزار یا تک نرم افزار ماهی 19 دلار باید پرداخت کنه شخص قدیم که 1000 دلار باید پول میداد 99 دلار برای فتوشاپ فریم از 4000 دلار کنه نرم افزار گرونیه. اما بحث اصلی اینه که کلا جامعه امریکا اینطوریه که 20% حرفه‌ای خدمات میدن و 80% با
ممتاز. یعنی کلا مدلش اینجوریه. یعنی شخص مثلا این پریز خونه‌اش رو پیچش در میاد بیرون، خودش نمیره درست کنه. میگه آقا من آدمی دارم که این کارو انجام میده. زنگ میزنه، اون میاد اینو درست میکنه میره. از این سه نظر خوبه، یه سه نظر بد. خوبیش اینه که خب جامعه هرکی تخصصگرا میشه، هرکی کار خودشون میکنه. برنامه تو دامن هم دیگه میذارم. مثلا ما نیست که ماشین لباسشون رو خودمون تعمیر کنیم تا یخچال تو دفترمون بابا بده. بعد خدا اینم یه نونی بخوره. تعمیرگاه دستمزدی بگیره. و ولی خب ایرادش هم اینه که خیلی از مردم خیلی چیزا رو بلد نیستن. آره من دوستان نزدیکم اونجا زندگی میکنه میگه نصف دانشجو دانشگاه ما 70 درصدش ویندوز بلد نیستن اصلا. یعنی یه سری چیز ساده که تو ایرانی بچه هر روز دارن انجام میده تو خونه‌شون خیلی بلد نیستن. ولی این به نظر من نشانه موفقیت نیست اصلا. یعنی چیز خوبی نیست اتفاقا، این چیز بدیه. اینکه ما همه کار خودمون میکنیم. برای اینکه ما دریاهایی داریم به عمق یه انگشت تو ایران زیاد. تو 10 تا 20 تا نرم افزار بلدیم ولی تو هیچ کدوم حرفه‌ای نیست. به قول سعیدی که دوست من گفت من از دوستای امریکا داشتم پرسیدم با سینا فوردی تا حالا کار کردی؟ بعد سینا فوردی اصلا نشیده بود اسمش. حالا خودش چی بود؟ خودش یکی از گولای مثلا تریدی مکس تو دنیا خودش. و میگم مثلا کاری مهم ندارم، من کارم تریدی سیدی مکس. حالا اگه یکی قرار رید ببنده مثلا توی فلان سافر دیگه به من ربطی ندارم، من پروژه میدم و اون میره ببنده. ولی ما تو ایران باید خودمون کار رو بکنیم، خودمون طراحی کنیم، خودمون تکسچرایز کنیم، خودمون رندر کنیم، ما هم به کار کنیم، تلفن جواب بدیم، چای بیاریم روی میز. این ایراده باعث میشه که هیچ‌وقت هیچکس متخصص نشه. کم تعداد متخصصای حرفه‌ای مملکت ما. می‌دونید؟ و این باعث میشه که یه سری ضعف‌ها به وجود بیاد و این چیز خوبی نیست. اون یکی از بزرگترین بدبختی‌های جامعه ایران به نظر من همین رایگان بودن نرم افزار است. خیلی بده. بچه‌ها گمن. حالا مثلا تو بحث معماری شما ببینید مثلا با 10 تا نرم افزار تیری طرف کار می‌کنه. برای چی؟ این چون پول نمیده. اگه مجبور بشه 4000 دلار بده تیری مکس، بعد 600 دلار بده پول میره 700 دلار، بعد می‌فهمه چرا لومیون مثلا 2300 دلاری خوبه. اینو می‌فهمه چون ارزونه. مثل دنیای خودمون عکاسا مثلا بهشون میگیم با چه نرفسی میگه لایت روم خیلی قوی تر از فتوشاپ همشون میگه میشه لایت روم خودش یه قسمت کوچیکی از فتوشاپ بله لایت روم یه پلاگین ای سی آره که لاکچری شده لوکس شده خوشگلش کردن داره کار میکنه با یه سری افکت های آماده و اسلاید شو اینا که همه اونا رو تو خود فتوشاپ حرفه‌ای ترش میتونید بسازید و خودمون ای سی آر هم تو فتوشاپ هست هم مشکلی نداریم ولی چرا اینو بچهای ما نمیفهمن به این دلیل که جفتش رایگان هر دو رو داره اگر مجبور بود ماهی 52 دلار پول ماهی 19 دلار پول فتوشاپ بده یا اون موقعی که قدیمتر مجبور بود 999 دلار پول فتوشاپ اکستندد بده و بعد این ور 170 دلار پول یا 70 دلار پول در واقع لایتروم رو بده میفهمه که اون لایتروم خوبه چرا چون 70 دلار 100 دلار 120 دلار ولی اون 999 دلار. چند دلیل، یکی اینکه خب فوق العاده یوزر محوره،
مثل فلان کمپانی نیست اسمش نمیبرم که یوزر براش هیچ اهمیتی نداره، فقط میخواد فروشش رو بره بالا و شکست هم داره میخوره. شما تا حالا نشنید کسی که ادوب بده یا مثلا ادوب نرم افزار رو بخره بگه آه چرا خرید این نرم افزار نابود میشه؟ نه، هیچ وقت همیشه اتفاقی نفته. نمونه بارزش اسپید گرید این نرم افزاری که هیچ کس نمیشناختش، خریدش و تبدیلش کرد به یکی از رقبای ریزالو برای داویچی ریزالو برای اسرائیل و رنگ ویدیو، یعنی کلا کارش خوبه. ولی این رو هم باید در نظر بگیریم که تمام این کمپانی‌ها در نهایت یک هدف دارن، هدف پول، در آوردن درآمد بیشتر و ثروت بیشتر. برای همین خیلی مواقع شاید یوزر خوششون نرسه خیلی از طرح‌ها، مثل سکیوریتی کلاود. یعنی ما یه زمانی CSX رو می‌خریدیم مثلا 999 دلار آخر ورژنش رو اکسپتش رو، ولی الان باید مثلا اگر حتی طرح تک فلانش هم در نظر بگیریم ماهی 20 دلار ما باید ماهی 20 دلار تا آخر عمر پرداخت کنیم برای استفاده از خودشون. شاید به نظر خیلی ها بد باشه ولی نظر من خوبه، چون خدمات دیگه ای داره به من میده. اما کلا کمپانی جالبیه، یعنی من به نظر من نداره تو دنیا کمپانی مثل این و توی 4-5 سال اخیر هم خیلی عوض شده، اصلا استایلش تغییر کرده، مدل کارش، درآمدزاییش. و من استنباطم اینه که شاید تا 3-4 سال آینده حتی با یکی از گولهای دنیای سی جی هم بدل شه، نه فقط دیزاینر بحث خودم پروسس تو دی دیزاین اینا، نه بیاد وارد دنیای 3D هم بشه و خیلی قدرتمند تو قضیه ظاهر شه که خودتون به عنوان متخصص 3D فکرم تحرکات ریزش رو دیدیم، یعنی آروم آروم داره کار. ولی خب یه سری دوستان خیلی مصری یعنی نه همچه چیزی نمیشه و اصلا من اصلا یه چیزای اطلاع ندارم، چون همونجوری که ما باور نمیکنیم شاید روزی خیلی کمپانی از بین برن و الان نرم افزارشون بشه ما لوتو دسک، لوتو سایب خیلی از نرم افزار هست. اینم هیچ چیز در دنیای تجارت غیر قابل در واقع پیش بینی، یعنی قابل پیش بینی نیست. مثلا فاوندر کی فکرش میکنه که سهامش رو برای فروش بذاره یا مثلا کمپانی رو مثلا بخوام بخرمش؟ خیلی اتفاقات میفته. و اینکه من اعتقاد اینه کسی که در دنیای ادوبی همراهه پیش فقط رو به پیش رفته، یعنی امکان نداره اتفاقی بیفته. یعنی اینجوری نیست که شما یوزر سافت ایمیج باشید صبح خواب بیارشید ببینید کمپانی محبوبتون نوشته که من دیگه این افزار تولید نمی‌کنم و اصلا یه هوم یوزر ها این کار به جایی برسید که مثلا ساید افیس میاد تو پیج رو بینی به فروم باز میکنه ویلکام میگه به یوزر های سافتی ماش، یعنی میگه خوش آمدید، رقیب میاد میگه بیا پیش خدا، یعنی کلی از یوزر هاش از دست داریم میکنم. مطمئن یه اتفاق تو میگه ادوی نخواهد افتاد، یعنی من مطمئن من هر دوش رو دوست دارم، من کلان بیشتر چیزی رو دوست دارم که مفهوم داشته باشه. من برای مهم نیست که مسیف باشه، متدول های عظیم، سن بزرگ، افکت های آنچنانی، نه من دوست دارم مفهوم داشته باشه. یعنی دارم این چهار تا خط و نقطه مفهومی رو شما میدید که شما میدید با آقا همش میدید دیگه از یعنی میشه باید فلات اسکیچی ساده دید. ولی یه زمانی کار خیلی پیچیده از مفهوم هم داره، مثل لورد آف دی رینگز، مثل یه فیلمی که هم خیلی پیچیده است هم مفاهیم خیلی قوی توش هست. کلاً کار مفهومی رو دوست دارم، حالا چه 2D باشه چه انیمیشن، دوست دارم یه چیزی رو به بیننده برسونه. که متأسفانه بزرگترین مشکل هنر امروز، دیجیتال آرت امروز، حتی در دنیا همه جای دنیا اینه که کارها از لحاظ تکنیکال فوق العاده قوی شدن، خیلی عظیم، خیلی پیچیده، ولی از لحاظ مفهوم صفر. نمونه بارزش این فیلمایی که داریم می‌بینید، یه انترتینمنت سرگرمی سایفی که داره میاد بیرون، ترانسفورمرز و اینا، هیچ مفهومی نداره اصلا. هیچ هابیت نمونه بارزش واقعا مفهوم نداره، فیلم خیلی قویه ولی شما بس پدر خوانده ریسی مثلا نگاه کنی بگی آه زب بکاری. به نظر این دوتا با هم مچ بشن، یعنی ما بتونیم تکنیک کاری رو ارائه بدیم چه تودی چه تیری که هم تکنولوژی و تکنیک خوبی توش ارائه بشه و هم مفاهیم خیلی ارزنده اون کار خیلی هم اون دوست دارم، حالا چه تودی باشه چه دوست داری چه سوالی ازتون بپرسید؟ خیلی سخت شده یه سوال اینکه ازم بپرسید که آیا فکر می‌کنی فتوشاپ قوی‌ترین ابزار 3D دنیا است؟ آیا هست اینطور؟ نه، نمی‌دونم، یه سری آدم، یه سری آدمی که حالا اسم نمی‌برم و نمی‌خوام تخریب کنم کسی رو. نمی‌دونم از کجاشون در اومد که رو فیلم گفته. من حداقل می‌تونم بگم 5 سال قبل از اون آدم بود این صنعت بودم و کار کردم و خیلی چیزا و مطمئنم اونقدر شعورم می‌رسه که بدونم ما چیزی به اسم آواتار نداره که با فتوشاپ ساخته باشه. فتوشاپ کارش طرف تصویرسازی و گرافیک دیزاین و
بحث ادیت تصاویر و عکس و این چیزاست. و من اینو مطمئنا میدونم که فوتوشاپ 3D هرگز نمیتونه با قولهایی مثل مایا و مکس در واقع رقابت داشته باشه. الان صحبت من اینه الان، ولی هیچ کس از آینده خبر نداره، چون ادبی معمولا مثل قول چراغ جادویی و از آستینش یه چیزی در میاره بیرون. مدیر کارش اینطوریه، یهو میبینی یه نرم‌افزاری رو میکنه که مثل هودینی دیگه. کی فکر میکرد هودینی بیاد ظرف 3-4 سال دنیای 3D انیمیشن رو بودینی که این نرم‌افزار مورف داشت، این عکس رو تبدیل میکرد به اون عکس، یعنی اینقدر ساده بود نرم‌افزارش. کی فکرش میکرد تبدیل بشه به یکی از قولهای 3D انیمیشن و تو خیلی از زمینه‌ها رقبای خودش رو کنار بزنه؟ پس دنیای تکنولوژی اصلا قابل پیش‌بینی نیست. ولی الان در حال حاضر خیر، ادوبی اصلا در صنعت سی جی و در بحث کامپیوتر جنریشن 3D اونم نمیتونی به عنوان یک قول مطرحش کنیم، نه. ولی در صنعت تدوین سینمایی، در صنعت کامپوزیت 2D، در صنعت ادیت تصویر و مخصوصا تدوین حرفه‌ای، تدوین و کامپوزیتینگ، تدوین حرفه‌ای یک اینداستریال استاندارد، یک استاندارد جهانیه و هیچ کس نمیتونه ممکن این قضیه باشه تاب لول تنی. خب من یک سری کلمه میگم، شما من چیزی که با شنیدن کلمه به ذهنتون میرسه رو به ما بگید. مثلا یه اصطلاحی در واقع کلمه ای من میگم، شما من چیزی که به ذهنتون میرسه رو برای ما بگید. ادوبی عشق، فوتوشاپ اونم عشق، افتر افکت، افتر افکت پیچیده هست، اسمارت آبجکت. یک جمع کلمه نمیتونم بگم راجبش، نباشه من میذارم کنار فوتوشاپ. هیستوری اصلا تنها دلیل وجود من توی دنیا آن دو. 3D 3D جذاب. بهمن رافی جدی ولی مهربونه. ماسک راه فرار. اوتودسک بلش بیتی. خب دست کنم درد نکنه، خیلی زحمت کشید، قبول زحمت کردید. منم تعارف بلد نیستم، دست کنم درد نکنه، خیلی زحمت کشید، میدونم که سرتم شلو بود، من خیلی تشکر بازی زحمت کشید. شما لطف کردید که ما رو قابل میرسید. دست درد نکنه، ممنون. ماسک یه پپ خیلی زبان بازم خیلی، یعنی ما یه زبانه یه سیم شما جو بلو 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 بلو